بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين خدمت همه بینندگان و شنوندگان برنامه حاضر سلام و درود می فرستم. با کسب اجازه از همه بزرگان در نخست همه مهمانان برنامه را مشمول محترم ذوالمی رسول وزیر اسبق خارجه کشور و سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بریتانیا از صمیم قلب خوش آمدید عرض می دارم و از حوصله‌مندی بینندگان که ما را همراهی می کنند و خواهند کرد سپاسگزاری می کنم. برنامه حاضر جهت گرامی داشت و ارج‌گذاری از هفتمین سالیاد مارشال افغانستان مارشال محمد قسیم فهیم معاون اسبق رئیس جمهور ریاست جمهوری معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان است. با احترام از فرصت دهمین سال روز شهادت مولانا سید خیلی را که مصادف با 18 حوت می باشد گرامی داشته بر روح همه شهدای گمنام افغانستان درود می فرستیم و یقین خاطر مردان بزرگ درسی برای آیندگان است و یاد دهانی آنان مستند از تاریخ پرفراز و نشیب یک ملت که ماندگار خواهد ماند. زنده یاد مارشال محمد قسیم فهیم. از بعد شخصیتی انسان پاک دل، نیک پندار و بی‌آلایش بود. دیگران را نیز چنین می پنداشت. در دوستی و همدلی استوار و آهنین بود. پیمانهای خود را پاس می داشت. خوش آیین و خوش سخن بود.
در سفر و همنشینی با او به آرامش می رسیدی، در تنها و روزان دشوار به میدان می آمد. مرد ترس و گریز نبود. وقتی بر کسی باور می کرد، دروازه رازهای دلش را بر او می گشود. بخشنده، نرم خوی و مهمان نواز بود. سیاست و نظام سازی را پهنه همکاری، همدلی و هموندی می دانست، نه میدان دغل بازی و فریب. دلباخته همبستگی و همسویی مردم چهار سوی کشور برای پیشرفت سرزمین و آرامش افغانستان بود. در هفتمین سالگشت در گذشت ایشان، یادمانها و یادبودهای نیک او را به یاد می آوریم و بر روان آن مرد بزرگ درود می فرستیم. آغاز برنامه را با سخنان شخصیت دانشمند محترم زلمه رسول، وزیر اسبق امور خارجه کشور و سفیر کبیر فعلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بریتانیا آغاز میکنیم. محترم سفیر صاحب زلمه رسول. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، برادران و خواهران مهربان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آغاز فرارسیدن هفتمین سالگرد در گذشت مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم، شخصیت مجاهد، ملی، وطن دوست و یکی از سیاستمداران برجسته کشور را برای شما و همه مردم شریف افغانستان تسلیت عرض می دارم. دقیقا مارشال فهیم به عنوان یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار سیاسی و نظامی افغانستان در کنار مردم افغانستان زندگی خود را وقت دفاع از سنگرهای آزادی خواهی کشور نبود. شناخت من از مارشال مفقید بسیار زیاد است. من نه تنها به حیث سفیر افغانستان و یک افغان امروز اشتراک میکنم در این مجلس، حتی به حیث یک دوست مارشال صاحب اشتراک میکنم. در دو دهه اخیر من به حیث مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه افغانستان از دوستی و محبت مارشال صاحب بسیار مستفید شدم. من در تمام مسائل مهم امنیتی، سیاسی و اجتماعی افغانستان خدمتشان می رسیدم و از آنها مشوره می گرفتم و مشوره های از آنها برای من بسیار گرانبها بود. و این ترتیب باعث یک شخص خودم امروز با شما در این مراسم شریک هستم و فاتحه و تسلیت به فامیلشان و مخصوصا به ادیب جان که همکار ما در وزارت خارجه بود عرض می دارم. مارشال فهیم را می توان یکی از همراهان اصلی نظام نوین کشور و حامی وحدت ملی خواند. وی با سایر دولت مردان دیگر کشور توانست پایه های یک دولت دموکراتیک و مردمی را مستحکم سازد. وی در دولت سازی پسا طالبان و تمام تحولات سیاسی و اجتماعی نقش برازنده ای داشت که می توان همکاری و همراهی وی را در شکل دهی نهادهای نظامی و امنیتی این دوره یادآوری نمود. یکی از تلاش های کمک در شکل گیری و انسجام اردوی ملی افغانستان می باشد که در حال حاضر در برابر تروریسم بین المللی می جنگد و از کشور و مردم خود دفاع می نماید. مارشال فهیم با تاکید بر وطن دوستی همواره برای شکوفایی، ترقی و ثبات افغانستان می اندیشید. دیدگاه و حفظ و تحکیم وحدت ملی در افغانستان بود و می توان وی را همچون بانوان پاسدار وحدت ملی و نماد همبستگی میان مردمان کشور یاد کرد. دوستان ارجمند، در اینجا می خواهم از دگر جنرال به عنوان سید خلیلی نیز یاد نمایم. وی با کارنامش در دوران جهاد و مقاومت و حکومت پسا طالبان به عنوان الگویی از وطن دوستی و بارزه شناخته می شود و تا زمان شهادتش استوار و با ایمان برای دفاع از افغانستان رزمید. هموطنان عزیز، جا دارد از زحمات همه شما در راستای بزرگداشت از این روز همچنان سپاسگزاری نمایم و به عنوان سفیر افغانستان در بریتانیا یادآوری می نمایم که حکومت افغانستان به حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته همچون دموکراسی، آزادی بیان، انتخابات، حقوق بشر، تأمین حقوق زنان و کودکان، مذاکرات همه اقوام و حفظ ارزش‌های نظام جمهوری اسلام خود را متحد می‌داند. از اینجا همچنان تأکید می‌دارم که سفارت افغانستان در لندن
خانه مشترک هم افغان هاست و در راستای انسجام امور و عرضه خدمات به شما متعهد می باشد. در اخیر از خداوند متعال برای مارشال فقید، دکتر جنرال مولانا سید خلیلی، خلیلی و همه شهدای افغانستان به ویژه شهدای نیروی امنیتی و دفاعی کشور آرامش ابدی استدعا دارم. روحش شاد و یادش گرامی باد. تشکر. با سپاس فراوان از محترم سفیر صاحب دلبای رسول، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بریتانیا،